صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولى ثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صدق الله، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلول ماه مبارک رمضان که ماه خدا هست، ماه عبادت و بندگی، برای تمام عزیزان، سروران عزیز، مؤمنین و مؤمنات، برادران، خواهران، آقایون، خانمها، خدمت تک تک شما حلول این ماه رو تبریک عرض میکنم. انشاءالله که این ماه برای ما ماه سعادتی باشه، پر سعادت، پر معنویت، و از فیوزات و برکات این ماه هرچه بیشتر سعی کنیم بهره ببریم، به شرط اینکه توفیق خداوند متعال شامل حال ما باشه، چون بدون توفیق پروردگار عالم هیچ چیزی ممکن نیست. ما هم از خداوند متعال توفیق میخواهیم که ما را موفق کنه تا در این ماه اون فیوزات و برکاتی که این ماه داره سعی کنیم اون برکات رو از این ماه بگیریم، مستفید بشیم. بنده همین جوری که اون دوست جوانمون فرمود و از هلیفکس خدمت شما آمدم و از خداوند متعال خیلی سپاسگزارم که این توفیقی نصیب ما شد که بیام خدمت شما خواهرها و برادران عزیز و مؤمن، و در این رابطه به این ماه و چطور این ماه رو ازش استفاده کنیم عرایزی خدمت شما داشته باشم. این ضروری نیست که ما اگر امامه سرمونه علم ما از شما بیشتره، شاید یه دو کلمه در رابطه با دین از شما علممون بیشتر باشه، اونم شاید، ضروری نیست، شاید. ما در حال افاده و استفاده هستیم، هم این که اون چیزی که بلدیم خدمت شما بگیم و از شما هم یه چیزی یاد بگیریم. پس در این مدتی که من انشاءالله اینجا هستم سعی میکنم که از
شماها هم یه چیزی یاد بگیرم و اون چیزی که من بلدم چند کلمه در رابطه با دین، در رابطه با مذهب اسلام، اونو خدمت شما عرض کنم. امروز چون روز اول هست، به عنوان مقدمه تیمونن تبرکن یه چند تذکر خدمت جناب علی، خدمت برادران عزیز. اول برای خودم تذکر هست، بعدن برای شماها. و انشالله جلسات دیگه از فردا، جلساتی که انشالله داریم، سعی میکنیم هرچی بیشتر بهره ببریم از این ماه پربرکت و ماه مهربون و ماه مغفرت. من از تمام دوستان هم سپاسگزار هستم که ما رو این شرف رو بخشیدن، به بنده دعوت کردن و در این مکان مقدس که خیلی هم مکان نورانی و خیلی هم مکان قشنگ نورانی، در این مکان مقدس بیام خدمت شما، هم شما رو ملاقات کنم، هم از شما این چیزی یاد بگیرم. بالخصوص هیئت امنا، دوستانی که اینجا زحمت میکشن خدمت میکنن، من از اونا خیلی تشکر میکنم که ما رو دعوت کردن و به خاطر این دعوت موجب شد من شماها رو زیارت کنم، هم خواهرها رو هم برادرها رو. خطبه شعبانیه یه خطبه هست خیلی مهم. من ابتداعاً، یعنی آغاز این خطبه که یک سطر و نیم هست، خدمت شما تلاوت کردم. تفصیل این خطبه رو انشاءالله بعداً خدمت شما عرض می کنم که این خطبه چه خطبه ای هست و ما از این خطبه چه درسی می گیریم و برای ما چه چیزی هست در این خطبه. این خیلی مهمه. اگر این خطبه رو یاد گرفتین، دیگه میشه گفت این خطبه، خطبه دستور ماه رمضان هست. کشورها دستور دارن، آیین دارن، گاهی اینا رو میگن منشور، به زبان انگلیسی بهش میگن منیفستو. خب ماه رمضان هم یک منشوری داره، یک دستوری داره. این خطبه رو میشه گفت دستور ماه مبارک رمضان. خیلی قشنگ حضرت در این خطبه به ما یاد داده این ماه رو چطور سپری کنیم، در این ماه چه کار باید بکنیم و اهمیت این ماه چی هست. خیلی قشنگ. خطبه های حضرت شما مطلع هستید، بعضی خطبه ها، اکثر خطبه های حضرت خیلی مختصرن، یک صفحه. مثلا خطبه ای که ایراد فرمودن، خطبه ای که ایشون فرمودن در سال آخر عمرشون، عمر مبارکشون که برای حج تشریف برده بودن، حجۃ الوداع، اونجا در عرفات یه خطبه ای داشتن ایشون، معروف خطبه، مختصر 12 سطر 15 سطر. و همچنین خطبه هایی که ایشون، از ایشون داریم، معمولا اگر ببینی یک صفحه و نیم، 2 صفحه فوقش. بعضی خطبه هایشون خیلی طولانی هست، مثلا خطبه غدیر. خطبه غدیر رو میشه گفت 20 صفحه یا 40 صفحه، 3 ساعت طول کشید تا حضرت این خطبه رو ارائه فرمود و به مردم صحبت کرد. 3 ساعت در اون گرم و زمین چیز ریگستان و اینا. پس بعضی خطبه هاشون طولانی هم هستن، اکثرشون مختصر. و این خطبه ای که معروف به خطبه شعبانیه، این از خطبه هایی هست متوسطه، نه زیاد طولانی هست نه زیاد مختصره. قبل از این که من وارد خطبه بشم و مختصراً
عرایز خودم رو خدمت شماها سروران عزیز عرض کنم و ببینیم که ما در ضمن این خطبه این ماه رو چطور باید سپری کنیم، چه کار باید بکنیم در این ماه. من به عنوان تبرکان یک مسئله شرعی هم خدمت شما بگم. جلسات بنده معمولا از یک یا دو تا مسئله شرعی شروع میشه، چون این بهترین موقع هست، بهترین وقتی هست که آدم در رابطه با اون مسائل که هر روز با ایشون برخورد داره و این مسائل جلو میاد باید یاد بگیره. روزهای سال شما هم مشغول هستید، آقایون هم مشغولن، زیاد خدمت شما نمیرسن، ولی بهترین موقع که آدم در رابطه با دین و شریعت و فقه یاد بگیره خب همین ماه رمضان هست. یا اینکه ماه محرم که بیاد، اون موقع هم میبینیم بعضی علما ماشاءالله یه چند تا مسائل شرعی رو بیان میکنن. اگر این مسائل شرعی رو بیان نکنن، مردم وقت ندارن کتاب باز کنن، رساله عملیه رو ببینن. مردم معمولا مشغولن. من گاهی وقتی که برادران ایرانی رو ببینم به فکر میفتم که چرا اینها مسائل رو بیشتر بلدن نسبت به کشورهای اسلامی دیگه. الان نمیخوام اسم ببرم، اشاره میکنم بعضی کشورهایی هستن همین جوار ایران، ولی اونها از لحاظ احکام شرعی اینقدر زیاد وارد نیستن. نمیخوام اسم ببرم، ولی ملت ایران هم خانماشون و هم آقایونشون ماشاءالله الحمدلله، نمیخوام جلوی شما تعریف کنم، یه چیزی آمد به ذهنم دارم ضمناً عرض میکنم، این دیگه ضمناً هست، احکام رو بیشتر بلدن به خاطر روحانیونشون. مثلا بازار، هر شهری در ایران بازار داره، بازار مهمه و هر بازار یه مسجدی داره، میگن این مسجد بازار هست. معمولا روحانی که خیلی تند نماز میخونن اونو اونجا میذارن به عنوان امام جماعت مسجد بازار. چرا؟ خب کسبه، اونایی که کاسب هستن زیاد نمیتونن نمازشون رو طولانی کنن، به خاطر اینکه مردم منتظرشونن زود نماز بخونن. با قول یکی از دوستانمون، علمایی که انقلابی نماز میخونن، نمازشون انقلابی هست، اونا میان بازار به عنوان امام جماعت. و در حالی که مردم خیلی هم عجله دارن، مشتری دارن برگردن به دکانشون، باز هم اون روحانی اونجا یک مسئله دو مسئله فوری ضمناً میگه. و اون حاجی که کاسب هست در بازار دکان داره، اون آگاه هست به مسائل حلال و حرام و اینو رعایت میکنه. خب اگر اینا نگن مردم از کجا یاد میگیرن؟ من هم روال کارمون همینه، معمولا هر جا که برم ابتدا میکنم یک مسئله دو تا مسئله هر چقدر وقت باشه در رابطه با احکام، احکام دین، و بعدا وارد موضوع بشم. برای امشب یک مسئله رو خدمت شما عرض میکنم. عرض کردم بنده هم خسته هستم، روز اولم هست، زیاد سر شما رو به در نیارم و انشالله بحث مفصل از فردا هست. اون مسئله شرعی که میخوام امروز عنوان کنم و بعدش هم یه توضیح مختصری در رابطه به این جمله اولیه خطبه شعبانیه، ولی قبل از اون از همه شما استدعا دارم یه صلوات بلندی ختم کنید. این صلوات برای این بوده که میخواستم ببینم چند نفر از شما متوجه هستن
و انشالله که همه شما متوجه هستید. برای یک روحانی یا یک کسی که سخنران هست، مهم اینه که مردم به سخنرانی ایشون متوجه باشند که الحمدلله همه شما هستید. یه صلوات دیگه بلندتر ختم کنید. اللهم صل علی. سوال میشه که چرا همیشه مردم اختلاف میکنن در رابطه با رؤیت هلال، رؤیت ماه؟ تا به حال این مسئله چرا حل نشده و علمای اعلام رو، مراجع اعظم رو هم مورد الزام قرار میدن که اینها این مسئله رو چرا حل نمیکنن؟ و بین مسلمان ها چرا اختلاف هست؟ اختلاف در ماه، مردم این همه رفتن، علم پیشرفت کرد، این همه مردم همه چیزها رو یاد گرفتن، تا به حال چرا ما مسلمونا این مسئله رو حل نکردیم؟ علتش چیه؟ این یک سوالی هست که همیشه از ما میپرسن. الان مختصر جواب خدمت شما میگویم و عرض کردم که شاید این جوابها شما رو شاید قانع نکنه، ولی بنده سعی میکنم اون چیزی که بلدم، ولی حاضرم از شما هم یاد بگیرم. جواب این مسئله، مسئله اختلاف در رابطه با ماه، این علتش اینه که ما فکر میکنیم این مسئله، مسئله تقلیدی هست، مربوط به مرجعیت هست، در حالی که این مسئله رؤیت هلال هیچ کاری به مرجع نداره، هیچ کار بی تقلید نداره، اصلا در این امر تقلید نیست. مرجع شما را کمک میکنه، بهتون میگه که این راه هست برای ثبوت هلال، از این راه میتونید شما علم پیدا کنید و اطمینان پیدا کنید. الان شما را راهنمایی میکنه. خود از اگر مرجع هم بپرسید که شما اول ماه رو که شروع میکنید، اون میگه به نظر من، برای من، من خودم الان دیدم، مثلا آقای سیستانی حفظه الله، ایشون میگه که برای من ثابت شده که امروز شنبه اول ماه رمضونه. برای هر کسی باید خودش ثابت بشه، اما ایشون حاضره که شما رو کمک کنه و بگه که شما چه کار کنید. اما این امر تقلیدی نیست، نمیشه اونجا تقلید کردن. این امر شما خودتون علم پیدا کنید، اطمینان پیدا کنید، از هر راهی که باشه، چه راه علمی باشه، چه راه شرعی باشه، چه راه دیگه. علم و اطمینان به چی؟ دو چیز هست، یکیش هست پیدایش، یکیش هست رؤیت، یعنی دیدن. بعضی ها نظرشون اینه که نه، اگر شما علم و اطمینان پیدا کردید که ماه پیدایش شده و ماه دیگه به اصطلاح درست شده، پیدا شده، همین کافیه. خب خیلی ها روی این عمل میکنن و طبقی اون فتوا میدن. مثلا بعضی ها یک ماه پیش فتوا دادن که روز جمعه، جمعه که دیروز گذشت، اول ماه رمضان هست، یه ماه پیش. و اینو برای خدمت شما عرض کنم، الان این یه ماه پیش اینو اعلام کردن و اینو اعلام کردن که عید کی هست. گفتن 19 آگست یک شنبه عید فطر هست. خب شما بگید، شما که ما رو ندیدید چطور اعلام کردید ما پیش که روز جمعه 20 جولای عید هست؟ میگن بله، ما رفتیم moonsighting.com، weather channel، science observatory، اونجا رفتیم پرسیدیم، گفتن که بله، از لحاظ ساینس، از لحاظ علم ثابت شده که ماه در این روز به اصطلاح پیدا میشه و اینقدر عمرش هست. و اینم به شما میگن که کی غروب میشه ماه و تا چه حدی مثلا ماه هست، میشه دید، نمیشه دید. این همه اطلاعات رو برای شما میگه در رابطه پیدایش ماه. وقتی که به نصف برسه، یعنی وقتی که ماه کامل بشه، اونم برای شما میگه کدوم تاریخ، چه ساعت، چه حتی دقیقه و ثانیه هم برای شما میگه. خب ما اینو انکار نمی کنیم، بله درسته، علم خیلی پیشرفت کرده،
و مفصل این چیزها رو میگه. این برای کسانی خوبه که عقیده دارن که باید ماه پیدایشش کافیه. این یک. یک گروه دیگه هست میگه نه، پیدایش کافی نیست، باید رؤیت هم بشه، باید ما رو ببینیم. این دوتا. سوم میگه نه، ما رو باید پیدایش بشه، هم دیده بشه، هم به چشم غیر مسلح دیده بشه. این هیچ کمکی از تلسکوپی گرفته نشه. این سه. چهارم میگه نه، اشکال نداره، ماه پیدا شد، شما ماه رو دیدید، اگر با تلسکوپ هم نگاه کردید اونم کافیه. و یک ایده مثلا مرحوم آقای خویی خدا رحمتشون کنه، ایشون نظرش این بوده که اگر ماه در یکی از کشورها دیده بشه، تمام کشورهایی که با اون کشور شبش یکه، شبشون یکی است، میتونن روزه بگیرن، میتونن عید کنن، کافیه. خب اینو میشه گفت یک کشوری مثلا در ایران ماه رو دیدیم، همه کشورهایی که شبشون یک هست به ایران، خاورمیانه، بعضی کشورهای آفریقایی، همه میتونن دیگه اول ماه رو حساب کنن. خب این نظریات هست، نظریات مختلف. الان شما نظریتون چی هست؟ طبق اون عمل کنید. اگر شما نظرتون اینه که نه، پیدایش کافیه، خیلی خوب، علم میگه. وقتی ما به ساینس ابزرویتوری زنگ بزنیم میگیم که آقا آیا شما میتونید بگید که در ونکوور ماه رو کی میتونیم ببینیم، میگه نه، ما خبری نداریم، چون دیدن چند تا به اصطلاح عوامل داره، اینقدر شوخی نیست، آسون نیست که ما رو ببینیم. اون باید ابر نداشته باشه، ارتفاع شما چقدر باشه، و یه 10 تا 12 تا شرایط داره برای دیدن. اون میگه ما کاری به دیدن نداریم، ما هیچ موقع بشم شما الان ودر چینل رو شما وقتی که به اصطلاح روشن کنید، اون برای شما میگه همه چیزا غروب که هست و به اصطلاح ماه که پیدا میشه. ولی اگر از رؤیت سوال کنید، هیچ موقع به شما نمیگه رؤیت میشه، نه، اون کاری نداره با اون، بلدم نیست. خب برای ما مهم رؤیت هست، پیدایش مهم نیست، به درد من نمیخوره. اون معلوماتی که ایشون داره به من میده در رابطه پیدایش به درد بنده نمیخوره، چون من باید ببینم که هم پیدا شده باشه هم رؤیت شده باشه. این اگر نظر بنده باشه. اگر نظر شما اینه که نه، پیدایش کافیه، بفرما، درسته. هیچ عالمی نمیگه که نه، این کارو نکنید یا این اشتباه است. نه، خیلی علمای ما هستن، علمای شیعه رو میگن، الان میگن که پیدایش کافیه، و اونها هم اعلام کردن. یه هفته پیش من وبسایت رو دیدم، الان اسم نمیبرم، یه هفته 10 روز پیش وبسایت رو دیدم از علمای شیعه، گفتن مثلا فلان روز اول ماه رمضان هست و برای عید هم میتونن الان اعلان کنن. خب یه کسی استفتاء کرد از آقای سیستانی، گفت شما دلیلتون چی هست که میگی هم پیدایش بشه هم رؤیت بشه؟ ایشون مختصر جواب داد، من اون روزم این فتوای ایشون رو خوندم، گفت که دلیل من روایت معصومین، روایت ائمه. معصومین علیهم السلام میگن که این رؤیت کافی، رؤیت همراه پیدایش هر دوتا با هم و با چشم غیر مسلح. خب ایشون روایت داره که فتوا میده یا میگه، اگر روایت نمیداشت که خب نمیگفت. برای ایشون هم راحت بود بگه که نه، پیدایش کافیه، هم برای ایشون راحت بود هم برای ما شما. ولی ایشون هم گیر کرده. کجا گیر کرده؟ وقتی روایت معصومین رو ببینه. هم معروف هست، میگن سم لرؤیته، حدیث معروفی هست، سم لرؤیته، یعنی روزه بگیرید هر هنگامی، هر موقعی که دیدید، وفطر لرؤیته، و عید فطر بگیرید هر موقعی که دیدید. خب این روایات هست، روایات مختلف هست. بعضی از این روایات استنباط کردن، نه زر این معناش این نیست که حتما باید ببینید یا با چشم غیر مسلح ببینید. خب اینو میگن اجتهاد، اینو فعلا
اگر ما در این حال باشیم که اجتهاد کنیم خوبه، میشه اجتهاد کرد. الان در اجتهاد فقط برای من که نیست، که برای من بازه برای شما بسته است، نه این بازه برای هر کسی. بسم الله، هر کسی میتونه اجتهاد کنه، هر کسی میتونه از قرآن و روایات فتوه در بیارد، اهلا و سهلا، میتونه، هیچ اشکالی نیست. اونو ما میگیم صاحب نظر، اون آقا هست صاحب نظر، ما نظرشون رو احترام میذاریم، نظر همه مراجع رو احترام میذاریم. اگر یه مرجع نظرشون مختلف باشه و مشهور و جمهور، برای ما فرق نمی کنه، ایشون صاحب نظر هست، ما نظرشون رو احترام میذاریم. لذا این اختلافی که هست، این اختلافش اینه که بعضی ها نظر مختلفی دارن در رابطه با پیدایش ما و در رابطه با این که رؤیت بشه. و یک علت دیگه هم هست که این اختلاف چرا هست. اون اختلاف، علت دیگه اختلاف اینه که ما نمیخواییم روزه سی روزه بگیریم یا ماه سی روز تمام کنیم، ما عجله داریم. همه اختلاف سر همین 29. اگر ما یه خورده صبر کنیم بگیم اشکال نداره، امسال ما 30 روز روزه میگیریم، مثلا از شنبه شروع کردیم، شنبه امروز اولشه، حساب میکنیم هر موقع 30 روز تمام شد روز بعدش عید میگیریم. خب این چه اشکالی داره؟ هیچ کس نگفته ماه قمری 31 روز نداره، نه 28 روز هست نه 31، یا 29 یا 30. ما نمیخواییم که تا 30 برسه، 29 که رسید عجله میکنیم، میگه الان دیگه باید عید کنیم. خب اگر یه خورده عجله نکنیم، 30 روز روزه بگیریم، چه اشکالی داره؟ بعدش که اختلاف نیست، چرا 31 نداریم؟ یه صلواتی رو بفرستید. دیگه بیشتر توضیح نمیدم، این توضیح بیشترم داره، اگر کسی سوالی چیزی داره بعد از مجلس انشاءالله میشه بیشتر توضیح داد. ولی این یک مسئله فقهی شرعی هست. برمیگردم به طرف خطبه شعبانیه. خطبه شعبانیه رو چرا شعبانیه میگن؟ به خاطر این که حضرت این خطبه رو در آخر ماه شعبان این خطبه رو فرمود. بعضی گفتن حضرت یک مرتبه، نه چندین مرتبه این خطبه رو فرموده بودن. و بعضی اینم گفتن که هر موقع آخر روز جمعه می شد ماه شعبان، حضرت مردم رو وادار می کرد و مردم رو برای استقبال ماه رمضان دعوت می کرد از این خطبه. از لحاظ سند هیچ اشکالی نداره، سندش خیلی معتبره. فردا عرض میکنم سند خطبه چی هست، چون بعضیا میگن که آقای سید شما داری این خطبه رو برای ما توضیح میدید، ما نمیدونیم سندش درست هست یا نه. خب سندش درست هست، انشالله فردا برای شما تفصیل میارم سند خطبه. وقتی حضرت این خطبه رو فرمود، ما یه چند تا نکات رو از این خطبه میفهمیم، همون چندتا رو خدمت شما عرض میکنم. اولین نکته در این خطبه که ما میفهمیم اینه که حضرت وقتی خطبه رو شروع کرد به سه تا تأکید شروع کرد. تأکید اول ایها الناس، ای مردم، ای بنی نوع آدم، این تأکیده، وایلا همینجوری شروع میکرد بدون اینکه بگه ای مردم. ولی حضرت خطبه رو شروع میکنه به تأکید. تأکید چی هست؟ ایها الناس. بعد از اینکه ایها الناس فرمود، یه تأکید دیگه آورد. قد، در زبان عربی قد برای تأکید هست. بعد از اینکه تأکید دوم آورد، یه تأکید سوم هم آورد. انه، یعنی بی شک، بی تردید، بدون تردید، بدون شک و شبه، ای مردم آگاه باشید، بدون تردید، قد اقبل الیکم شهر الله، به طرف شما ماه خدا داره میاد. خب سوال پیش میاد چرا حضرت سه تا تاکید آورد؟ به خاطر دو چیز.
جواب، به خاطر دو چیز. اولا حضرت تاکید آورد به خاطر اینکه موضوع مهم بوده. هر موقع یک موضوع مهمی باشه مردم تاکید میارن. یه شخص انکار میکنه نه فلان چیز نیشد، ما میگم حضرت عباسی اینجوری هست. حضرت عباسی، قسم حضرت عباس که میخوریم برای تاکید، چون اون طرف انکار میکنه، خب شما قسم میاری، قسم میخوری تا دیگه تاکید بشه. ولی اگر یه چیزی که اهمیت داشته باشه، خیلی مهم باشه، اون هم برای اونم تاکید میارن. خب امر روزه خیلی مهمه، حضرت تاکید آورد تا بفهمه، به مردم بفهمونه ای مردم این مسائل روزه خیلی مهمه. دوم اینکه حضرت وقتی که مسجد آمد، دو سه روز بیشتر نمونده برای ماه رمضان، مردم دید آمادگی ماه رمضان رو ندارن، نه استقبالی میکنن، نه تغییری کردن، نه فرقی آمده. خب حضرت مردم رو متوجه کرد، گفت ای مردم مگه چه خبره؟ من دارم میبینم ماه شعبان داره تمام میشه، دو روز سه روز بیشتر نمونده، ماه رمضان داره شروع میشه، ولی من هیچ تغییری در شما نمیبینم. برای این خاطر حضرت تاکید آورد تا مردم رو بگه که دیگه اصلا از این به بعد منتظر چی هستید؟ دیگه ماه رمضان آمد، من هیچ تغییری رو نمیبینم در شما، شما مثل در ماهای قبل. خب این ماه رمضان که با ماهای دیگر فرق میکنه، 11 ماه سال یه طرف، ماه رمضان طرف دیگه، خیلی تفاوت داره. الان تفاوتش رو عرض میکنم، انشاءالله در جلساتی که میاییم میگم که این رمضان چی هست. ما معرفت نداریم، اگر معرفت داشته باشیم اینجوری وضع نبود، معرفت کامل نداریم ما. انشاءالله این خطبه شعبانیه برای ما، به ما یه معرفت کامل در رابطه با این ماه چی هست، اینو برای ما میگه. حضرت آمدن دیدن مسجد پره، ولی نه لباس مردم تغییر کرده، نه کیافه مردم تغییر کرده، نه طرز صحبت کردنشون، هیچی تغییر نکرده. خب حضرت میخواد اونا رو متوجه کنه این ماه که داره شروع میشه، قبل از این ماه که این شروع بشه، اگر شما حقوقی دارید، برگردنتون دین هست، اون دین رو بدید. اگر یک کسی رو ناراحت کردید، برید حلالیت بطلبید. این ماه قبل از اینکه شروع بشه، اگر با کسی دعوا کردید، آشتی کنید. چرا؟ چون این ماه خیلی چیزا همراهش هست. شما رو من میبینم هیچ وضعتون تغییر نکرده، همون شوخی هایی که قبلا میکردید الان میکنید، همینطوری که صحبت ها میکردید صحبتاتون همینه، هیچ تغییر. خب این ماه که هست، این ماه جدا هست از ماهای دیگه، الان باید یه تغییری به وجود بیاد. با همین خاطر حضرت میخواد مردم رو متوجه کنه و بعد تاکید صحبت کرد. صلوا علی محمد و علی محمد. نکته دوم خدمت شما عرض کنم، نکته دوم در این خطبه اولش که من یک سطرش رو خوندم، فرمود قد اقبل علیکم شهر الله، ماه خدا به طرف شما داری میاد. خب اسم ذکر نکرد، حضرت نفرمود قد اقبل علیکم شهر رمضان، نه، صفت رو گفت. این رو میگن بلاغت. در کلام عرب وقتی شما اسم نمیبری، صفت رو ذکر میکنی، اینو میگن بلاغت، کلام بلیغ. اون کلامی هست که دیگه صفت ذکر بشه. بعضی میگن چرا اسم علی علیه السلام در قرآن نیست؟ خب اسم علی در قرآن نیست، صفتش که هست. بلاغت اینه که صفت رو بگید و موصوف رو بشناسید. یکی از این علمای اهل تسنن به نام ابو نعیم الاصفهانی، ابو نعیم،
یک کتابی می نویسه که عنوانش هست در قرآن کجا ذکر امیرالمومنین آمده. 300 تا آیه قرآن، 300 تا آیه در قرآن ذکر میکنه که در رابطه با امام علی علیه السلام هست. اگر چی نمیدونیم، شاید یک آیه هم اسم نداره ولی صفت داره، صفت داره. حضرت هم اینجا نمیگه که قد اقبل علیکم شهر رمضان. چرا؟ بلاغت اینه که صفت رو ذکر معلوم میشه. ما به زبان فارسی میگیم ماه مبارک. خب ماه مبارک، خب مبارک بودن صفته، مبارک بودن صفت هست، اسم که نیست، اسم که رمضان هست. لذا وقتی که گفت شهر الله، یعنی صفت رو گفت تا مردم به موصوف برسن. ماه خدا، مگه این 11 ماه دیگه مال خدا نیستن؟ چرا؟ همه ماها مال خدا هست، همه روزا مال خدا هست، ولی این ماه رو تخصیص دادن، اختصاصش کردن به ماه خدا برای اهمیت این ماه. خدا شاید ما اهمیت این ماه رو نمیدونیم. اگر اهمیت این ماه رو میدانستیم، وضع ما یکی وضع دیگه بود. ولی انشاءالله سعی میکنیم در این چند روز اهمیت این ماه رو بفهمیم، یاد بگیریم از همین خطبه و از روایات دیگه. لذا همه ماه ها مال خدا هستن، ولی این یک ماه هست که خداوند متعال میگه این مال ما، مال منه. شعبان رو میگن شعبان و شهری، حضرت فرمود شعبان مال منه. رجب هم مال بندگان خدا هست. این ماه، ماه رمضان مال ماه خدا هست و همچنین برای بندگانم هست. چرا؟ به خاطر این که رحمت خداوند متعال بر بندگان اینقدر زیاد میبره، مثل بارانی که میبره، هر کسی از باران استفاده میکنن، چه مسلمون چه غیر مسلمون، کافر، همه استفاده. بارون برای همش رحمته. ماه رمضان هم یک رحمتی است، مثل بارون میبره بر همه. به این خاطر فرمودن که تمام اعمال که ما انجام میدیم، عبادت ها برای خدا هست. ولی در حدیث به این گفته اسامولی، در حدیث قدسی هست اسامولی، این روزه برای منه، خدا میگه. خب نمازم برای خدا، برای نماز نگفته که اصلاتو لی، برای اسام گفت اسام وانه اجزبه، بعضی عجزیبه هم خونده، هر دوتا معنیش داره. این روزه برای من هست و جزاشم من میدم. چرا جزاش انقدر زیاد است؟ کسی دیگه توان نداره جزاش بده. این جزای ماه رمضان، جزای روزه انقدر زیاد هست که فقط خدا میتونه. میگه اصام و لی وانه اجزبه، روزه برای من، من جزاش میدم. و همین خاطر حضرت فرمود این ماه خدا به طرف شما داره میآید. یک نکته سوم رو عرض کنم، بعد از شما دیگه زحمت شما رو تمام کنم. من دقیقا نمیدونم چند دقیقه باید صحبت کنم، ولی چون امروز روز اول هست مختصر میذاریم، بعدا انشاءالله طبق برنامه پیش میریم. نکته آخری، نکته سوم، و بعدش هم التماس دعا. فرمودن ایها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بالبركه والرحمه والمغفره. این نکته خیلی مهمه، اینو توجه داشته باشید. التماس دعا. ماه خدا به طرف شما داره می آید همراه برکت، برکت داره میاره، همچنین مهربونی، رحمه، رحمت، مهربونی و والمغفره، امرزش، امرزیدن، مغفرت. این ماه به طرف شما میاد همراه این سه چیزا. چیزای دیگه هم داره، ولی فعلا این سه چیز رو عرض فرمود که این همراه این سه چیز این ماه به طرف شما میآید. خب برکت چیه؟
برکت، الان ما به زبان فارسی یک معنی برکت رو داریم، اون جدا از اون معنی اصلیشه. مثلا میگیم خدا بده برکت، هر چی زیاد باشه میگیم که این دیگه برکت هست. یا آقای مثلا در مسجد افطار پخته، افطار درست کرده برای همه، الان نمیدونم اون غذایی که درست کرده بود شور بود یا خوب مزه نداشت، مردم نخوردن، موند هر دیگ، دو تا دیگ بزرگ موند یه خود مردم. گفت ببینید این نیاز من، این غذای من چقدر برکت داشت، این همه مردم خوردن بازم دو تا دیگ موند. خب این دو تا دیگ موند به خاطر اینکه خوب نپخته بودید، شورش کرده بودید، اگر خوشمزم بود دیگه هیچ نمیموند. اگر برکت به این معنی هست که ببینید این همه مردم غذا خوردن و دیگه بازم غذا موند، خب این یه شاید علت دیگه داشته باشه، اینو برکت نمیگن. درست برکت یک معنیش زیادی هست، بیشتر، ولی بیشتر به چه عنوان؟ به عنوان این که یه چیزی فایده‌مند باشه و بیشتر باشه. الان عرض میکنم خدمت شما به عنوان یک مثال عرض میکنم، ماه مبارک، ماه رمضان همراه برکت آمد. الان اگر معنی بیشتر بگیریم، ولی به این دلیلی که بیشتر به معنی مثبت نه منفی، خب درسته، این یک ماهی هست که هر چیزی شما انجام میدی پاداششون بیشتره. همین خطبه میگه جلو، میگه اگر شما یک آیه از قرآن تلاوت کنید ثوابش چقدر هست؟ ثواب تمام قرآن در ماهای دیگه. خطبه شبانیه هست، میاد، الان اونو نمیخونم برای شما. شما اگر مثلا دو رکعت نماز بخونید در این ماه ثوابش اینه 70 مرتبه بیشتر، مثل این که شما در ماهای دیگه 70 نماز خوندید، الان اینجا دو رکعت نماز خوندید. خب این برکت شد یا نه؟ برکت شد دیگه. یه کاری بکن 70 مرتبه بیشتر ثواب ببر. مهربونی چی؟ خب همین خطبه میگه جلوش، در این ماه خداوند متعال شیطان رو در زنجیر بسته میکنه و میندازه تو زندان، برو تو زندان. در این یک ماه دیگه شما بر مردم مسلط نیستید. حالا اون معنی دیگه هم داره که توضیح میدم بعدن، ولی خطبه میگه که شیطان در این ماه در غل و زنجیر بسته هست، درهای بهشت باز هست، درهای جهنم بسته است. این مهربونیه دیگه، همینجوری مغفرت. شما اگر از خلوص نیت، اگر قلب صادق باشه، شرط داره قلب صادق، نیت مخلص، خدا متعال مغفرت میکنه، هم گذشتگان شما رو، هم شما رو، هم دیگران رو که برای اونها دعا میکنه. خب این هست که حضرت میگه که این ماه آمد همراه برکت آمد، همراه مهربونی و همراه مغفرت. سوال و جواب، و در همینجا رایز بنده تمام. اگر همچنین هست که ماه مبارک برکت میاره، رحمت میاره، مغفرت میاره، خب ما میبینیم خیلی ها هستن محروم هستن، ماه میاد هیچ برکتی رو ندیدیم در خونه آنها، هیچ رحمتی هم ندیدیم، خیلی ها هستن محروم میمونن. حضرت رسول خدا که دروغ نمیگه، نعوذ بالله معاذ الله، خاک بر دهنم، ایشون که فرموده که نه این ماه همراه این سه چیز داره میاد به شما، به طرف شما. ولی ما میبینیم ماه آمده، ولی این سه چیزا رو ما ندیدیم، ما که ندیدیم کجا هست این برکت، کجاست ما ندیدیم. سوال جواب، حضرت فرموده این ماه این سه چیزا رو به طرف شما میاره، این در هیچ تردیدی نیست، شکی نیست.
ولی شرطش اینه که شما برید بگیرید. در اسلام هیچ چیزی دم در نمیاد. شما فکر نکنید که ماه رمضان مانند یه سبد هست، یک شاپینگ بگ هست، سبد هست. یه سبدی رو میبینی گل داره، سیب داره، پرتقال داره، به شما بگه بیا این پرتقال بگیر، بیا این سیب مال شما، این موز مال شما، این گل مال شما. اینجوری نیست. شما اگر گل میخوایی، شما میخوایی سیب بخورید، پرتقال بخورید، باید دنبالش برید بگیرید، برید دنبالش، سعی کنید. اینجوری نیست که بیاد کسی دم درش. مگه در دنیا اینجوری هست؟ شما اگر خونه بشینید کسی میاد دم در شما در بزنی میگه این نونت، اینم پنیرت؟ نه، برای نون و پنیر و کره باید برید بیرون زحمت بکشید تا اونو به دست بیارید. خب ماه رمضان هر چیزا داره، به شرط این که شما برید بگیرید. دم در نمیاد کسی که بیا این ماه اومد، این برکت برای شما، این بگیر برکت، اینم رحمت بگیر، اینم مغفرت بگیر. هیچ چیز اینجوری نیست. قرآن میگه که ما اصلا اون قوم رو تغییر نمیدیم تا خودشون حالت خودشون رو تغییر نکنن. ما یغیر الله قوما حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه رو دقیقاً شاید چیز نباشه ولی معنی رو عرض میکنم که خداوند متعال هیچ قومی رو، حالت قوم رو تغییر نمیده، حتی خودشون اگر نخواستن خودشون باید تغییر بدن. آره، این کمک میکنه. لذا عزیزان گرامی، سروران عزیز، هیچ تردیدی نیست که این ما همه چیزا رو داره، دارا هست، این همه چیزا هست اینجا، ولی ما باید بریم دنبالش، زحمت بکشیم، بیم مسجد نماز بخونیم، دعا بخونیم، از خداوند متعال این برکات رو بخواهیم، ازشون سوال کنیم. اگر نیت خالص باشه، قلوب صادق باشه، هیچ شکی نیست که این ما هم برکت میاره برای شما، هم رحمت میاره، هم مغفرت میاره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله و سلم. دعا بکنیم. یه دعا میکنیم مختصر، آمین بگید. الهی بسمک العظیم العظام الاجل الاکرم، یا الله یا الله. ده مرتبه بگید یا الله. روز اول روز استجابت دعا هست، دست ها بلند، ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی بهك محمد وانت المحمود، بهك علی وانت العلی الاعلى، بهك فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، بهك حسن وانت المحسن، بهك حسین وانت قدیم الاحسان. الهی پردگار، یا الله ما رو ببخش و بیامرز، گذشتگان ما رو ببخش و بیامرز، اونهایی که مریض هستن اونها رو لباس عافیت بپوشان، اونهایی که بیروزگار هستن در روزگار حلالیشان اضافه بفرما. الهی پردگار، قسم میدهیم به محمد و آل محمد، توفیق حج و زیارت نصیب ما بگردان. این ماه که شروع شد، امروز هم اولشه، الهی پردگار توفیق بده به همه ما، توفیقی که عبادت کنیم، دعا بخونیم، قرآن بخونیم، اون عبادتی، قرآن خوندنی که به حق باشه و عبادتی که حق داره، به این روش ما رو توفیق بده که بر حق این ماه رو ازش استفاده کنیم. الهی پردگار، در تعجیل ظهور آقای امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما را دوستان و انصار آن حضرت قرار بده. به رحمتک یا ارحم الراحمین، و الی الارواح المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومن مات علی الایمان رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع صلوات.